یادم میاد یه خاطره یادم میاد تقریبا دو سه شب قبل از اینکه فعالیت های انتخاباتی تمام بشه، شهید محمود مهدوی که ما اینجا بچه ها بهش میگن محمود قائمشهر، معروف به محمود قائمشهره، همراه با نماینده پدر طالقانی آمده بودن به ستاد ما، یعنی همون دفتر جنبش ملی مجاهدین، و از اونجا میخواستم برن ترکمن صحرا، چون اونها اعلام کرده بودن که ما در این انتخابات شرکت میکنیم و به بعدن مسعود رای میدیم. و خلاصه بعد محمود مهدوی شهید برای هماهنگ کردن این فعالیت ها میخواست بره ترکمن صحرا. دو اون شب پرتو ما موند و صبح حرکت کردن رفتن ترکمن صحرا و پس از برگشت با خبرهای خیلی خوبی برگشتن با شهید توماج که اونجا مسئول دفتر خلق ترکمن بود و مسئول جنبش خلق ترکمن بود صحبت کرده بود و خلاصه اون هم آمادگی کامل خودشون رو اعلام کرده بودن که این خبر هم کلی باعث خوشحالی بچه ها و هواداران مجاهدین در شهر گرگان شده بود که متاسفانه با جوابی که خمینی با رد کاندیداتوری بعدن مسعود داد، این امید اونها رو هم به یأس تبدیل کرد و بعدن دیدیم که با توپ و تانک و مسلسل به اونها جواب داد. یک بار ستاد انتخاباتی بعد مسعود وارد یکی از مناطق ایلات و عشایر شده بود. مردم استقبال خیلی گسترده‌ای کرده بودند از همین ستاد انتخاباتی و رئیس اون عشیره یک اسب اصیل و به عنوان هدیه برای بعد مسعود فرستاد. سایر طوایف و ایلات هم استقبال می‌کردند و دعوت می‌کردند و نماینده می‌فرستادند که به روستاها و ایلات‌های مختلف ما سر بزنید تا اینا بتونن تبلیغ کنن برای کاندیداتوری بعد مسعود. خمینی ناگهان با موج حمایت گسترده همه جانبه مردم ایران، اقشار و طبقات مختلف، جوانان، زنان، ملیت‌ها و نمایندگان مذاهب مختلفه مردم ایران از مسعود رجوی روبرو شد. مجاهدین به عنوان گسترده ترین نیروی مردمی و انقلابی برای دفاع از آرمانهای انقلاب کوشیده بودند تا با مبارزه افشاگرانه سیاسی و حضور فعال در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی مانع سیاست‌های ضد مردمی این دیکتاتوری نوخاسته بشند. نتیجه این دفاع فعال و این دفاع فداکارانه طبیعی بود که اقبال وسیعی بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری نثار چهره شاخص اونها کرده بودند. و ما امروز به بررسی چگونگی بروز این اقبال نشسته ایم. با اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی، یک سفارایی سیاسی گسترده در برابر ارتجاع خمینی شکل گرفت و به این ترتیب چهره و نماد نسل انقلاب در جامعه و برای مردم سمبولیزه شد. بلا فاصله بعد از اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی، فضای سیاسی جامعه با درخشش یک امید روشن شد. فعالیت‌های هواداران و مردم برای رساندن پیام و برنامه‌های مسعود رجوی، سیمای شهرها، حتی دورترین روستاهای میهن را دگرگون کرد. مقرهای مجاهدین اون روزا، مراکز و ستادهای مجاهدین در شهرهای مختلف واقعاً با هجوم گسترده از مردم روبرو بود. همه می اومدند برای اینکه وسایل تبلیغاتی، پوسترها، تصاویر و برنامه‌های